داستان‌های خاکستری، برنامه از شهرزاد کریمی، رادیو کوچه، یک ادامه معمولی. هیچ صدایی جز تیک تاک عقربه‌های ساعت شنیده نمی‌شد. آنچنان خونه ساکت بود که به راحتی میشد صدای تنفس خودت رو بشنوی. پرده های سنگین ساتن کامل کشیده شده بود. با اینکه نزدیک عصر بود و هوای بیرون هنوز کامل روشن بود، داخل تقریبا تاریک بود و هیچ کس هم دلش نمیخواست چراغ رو روشن کنه. همه منتظر خبر بودن، منتظر رسیدن دایی اکبر. صدای زنگ که اومد همگی از جا پریدیم. به سرعت خودم رو به آیفون رسوندم و بدون اینکه سوالی بکنم در رو باز کردم. از لای پرده نگاهی کردم. دایی وقتی وارد حیاط شد، مثل هر بار دستاش آویزون و سرش پایین بود. فهمیدم که همه چیز مثل قبل بوده. اونها رضایت نمیدن. سیامک فردا اعدام میشد. باز هم باید امیدوار می بودیم که شاکی فردا کنار چوبه دار ببخشه. گرچه با توجه به تأکیدی که روی قصاص می کردند، من یکی از همین الان برادرم رو مرده فرض می کردم. بعد از چند سال عذاب کشیدن و شب و روز کابوس دیدن، الان تنها چیزی که می خواستم این بود که این شب آخر زجر نکشه. دلم می خواست بهش داروی بیهوشی می دادن تا لااقل هیچی نفهمه از گذشته این چند ساعت. دایی که اومد گفت که همون اتفاقات همیشگی تکرار شد. بی کم و کاست. اونا حتی در خونه رو باز نکردن و از پشت آیفون جوابش رو دادند که بره و گورش رو گم کنه. دایی اکبر گفت نخواسته با اصرار بیش از حد باعث بشه لجبازتر بشن. شاید فردا با دیدن سیامک نظرشون عوض بشه. شاید دلشون به رحم بیاد. شاید... از این لحظه هیچ کاری نمیشد کرد جز فکر کردن به لحظات و ثانیه ها، جز نگاه کردن به ساعتی که گویا بیشتر از هر زمانی عجله داشت برای رسیدن. تا نیمه شب تک تک ما تناب دار رو روی گلوهامون حس میکردیم. خفگی رو بارها و بارها تجربه میکردیم. اولین کاری که باید انجام میدادم تزریق یک خواباور قوی به مادر بود. مادری که حالا بیش از 2 هفته بود قدرت تکلم رو هم از دست داده بود و پزشکان می گفتند که یک اختلال عصبی احتمالاً موقت است. وقتی می خواستم بهش تزریق را انجام بدم مقاومت می کرد. مجبور شدم به زور این کار رو بکنم. عشق پهنای صورتش رو گرفته بود ولی زبونش قفل بود. می دونستم که چرا می خواد نذاره این کار رو بکنم. می خواست بتونه پا به پای سیامک که الان توی سلول هست عذاب بکشه. این رو قبلا به هم گفته بود. می خواست برای دیدنش اونجا بره. از طرف دیگه سیامک خواسته بود که مادر تحت هیچ شرایطی نباید قبل از اعدام به دیدنش بیاد. حتی برای من هم منع کرده بود. قرار بود فقط دایی اونجا باشه. برای اولین بار از صمیم قلب خوشحال بودم که پدر زنده نیست. زندایی رو پیش مامان گذاشتم با اینکه مطمئن بودم با چیزی که بهش تزریق کردم تا 5 ساعت دیگه از خواب بیدار نمیشه. بعد با دایی راهی شدیم. هنوز به اوین نرسیده بودیم که تلفن دایی زنگ خورد. سیامک باز هم به وکیل تاکید کرده بود که من و مادر پامون رو حتی نزدیک اوین هم نذاریم. گفته بود ترجیح میده از همینجا باهمون برای همیشه خداحافظی کنه. دایی خواست که برم گردونه. گفتم که بیرون میمونم و داخل نمیام.
ضربان قلبم انقدر تند بود که می ترسیدم قلبم از جاش بیاد بیرون. همه چی داشت خیلی با سرعت بیشتر از اونی که فکر می کردم می گذشت. دایی که رفت سرم رو گذاشتم روی داشبورد. شروع کردم به مرور خاطرات از بچگی، از وقتی که راه رفتن تاتی تاتی برادر کوچولوم را یادم بود. مریض شدنهاش، شیطونیهاش، بزرگ شدنش و بعد 17 سالگی اون اتفاق. یک دعوای محلی، یک لحظه غفلت. سعی کردم باز فکرم رو روی لحظات خوبی که باهاش داشتم متمرکز کنم. همه ی خنده هامون، شادی هامون. صدای نفسم رو دیگه نمی شنیدم. چند دقیقه شاید بیهوش شده بودم. سرم گیج می رفت. درست اطرافم رو نمی دیدم. صدای دایی رو شنیدم و اینکه یک مشت آب به صورتم پاشید. از جا پریدم و ساعت رو نگاه کردم. ساعت 6:30 بود. سپیده زده بود. جرأت نداشتم از دایی سوال کنم چی شد. وقتی بدون هیچ کلامی پشت فرمان اتومبیل نشست فهمیدم که همه چی تموم شده. سیامک رفته بود. دایی تمام راه رو گریه کرد و من بی حرکت و آروم نشسته بودم. بغضی برای ترکیدن نبود.